یو حاجی تو موز گیزر ایز بک، چطورین بچه؟ امیدوارم در حال اشکران باشین، در حال لذت بردن باشین. چه خبر؟ من اومدم با یه ریاکشن ویدیوی دیگه، اما ریاکشن با همه ریاکشن ها فرق داره. این ریاکشن به پوتک، ولی نه به موزیک پوتک، ریاکشن به دزدی یا کپی کاری هایی که پوتک این چند وقت اخیر داشته و خیلی 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 از بچه ها راجع به این موضوع نیومدن صحبت کنم. فکر کنم فرشاد فراموش صحبت کرد. آره، و منم طبق درخواستی که داشتین، هم خودم میخواستم هم طبق درخواستی شما اومدم راجع به این قضیه صحبت کنم، چون واقعا اون چیزایی که میدیدم، اون چیزایی که تو اینترنت میدیدم، مخصوصا توی توییتر، باعث میشد یکم مثلا قضاوت اشتباه داشته باشم. واسه همین اومدم که توی چند سری ویدیو براتون از اول ببینم که قضیه از کجا شروع شده، چجوری پیش رفته، چی به چی بوده، آیا پوتک واقعا دزدی کرده، آیا بعدش معذرت خواهی کرده، اگه معذرت خواهی کرده چجوری معذرت خواهی کرده، و این قضیه توی یوتیوب چجوری داره رو بقیه تاثیر میذاره، چون که فقط صرفا پوتک نبوده، یعنی اون کسایی که دنبال میکنن میدونن دارم راجع به کی و چی یا صحبت میکنم، چون که نمیشه هر الهام گرفتن یا اسمشو بذاری کپی کردن. یعنی یه سری چیزا هست که تنها راه دینه کپی کنی. مثلا یه نمونه بخوام براتون بگم، کاری که نیما دی دبلیو کرده بود، اگه اشتباه نکنم راجع به یه دونه قاچاقچی ویدیو درست کرده بود، چون زندگی نامه طرف تو نمیتونی بیای تغییر بدی، خب صرفا اومدی مثلا ترجمه کردی، دیگه کار دیگه نیست تو بتونی بکنی، یعنی نمیتونی چیزی از خودت اضافه کنی، مگر اینکه بری تحقیق کنی، مثلا با خانواده یورو حرف بزنی، تو تو داستان در بیاری که مثلا آره بابا داستان اینجوری بوده، که اتفاقا این خودش یه بحث جداست. یه سری داستانا بین امیر ایزاد و نیما دیدا به وجود اومد که حالا اونا بین خودشونه، ولی میخوام صحبت کنم راجع به این قضیه. و پوتک توی این زمینه به خیلی هم کمک کرده، توی زمینه ریاکشن مخصوصا، خیلی از بچه ها با ریاکشن های پوتک اومدن بالا، برای بچه های درآمدزایی داشته و خیلی هم شاید الان بیان کامنت بذارن که والا شیت و و ویدیوی پوتک اومدی بالا. نه بچه‌ها، یه کوشه دیگه، نه من با ویدیوی همه اومدم بالا بس اینه. و اینکه هدفم از این ویدیو تخریب پوتک نیست، خوشم میاد از پوتک، دوستش دارم. ببین یه بار دیگه این جمله رو میگم، دوستش دارم. واقعا پوتک رو دوستش دارم. چرا دوستش دارم؟ ببین قبلا نداشتم، ولی دوست داشتنم بخاطر اینه که ببین پشت کاری که داره، تو رپ فارسی نیدم، تو یوتیوبرام شاید نیده باشم، هر روز حالا برداری ویدیو بذاری اوکی، ویدیوهای کپی حالا هر چی او که اگه آسونه بقیهش رو انجام نمیدم. ببینید پس اینا رو من همیشه حواسم هست، آدم نمک نشناسی نیستم. و جدا از اون بیداتون میگین که وای گیزه کم کار شدی، وای گیزه دیگه ویدیو نمیذاری. بچه من 8 صبح بیدار میشم، میرم سر 7:58 بیدار میشم، میرم سر کار ساعت 9 شب، بعد از 9 شب میرم باشگاه و بعد از باشگاه میام براتون ویدیو پر میکنم. ولی بازم به این وجود میگین که من کمکار شدم، قبول دارم کمکار شدم، ولی منت نمیذارم و خودم هم دوست دارم ویدیو بذارم، علاقه دارم، حالم خوب میکنه اینکه باهاتون در ارتباط باشم، واقعا حالم خوب میکنه. ولی یکم درک کنید و چیزی رو تغییر ندید، همینجوری بمونید، هنوز بهم گیر بدید، بگید گیزر چرا کمکار شدی، گیزر بیشتر ویدیو بذار، مثلا ایده بدید بچه، ایده بدید. اگه دیدم ایده تو قشنگه انجام میدم برخلاف پوتک، آیا پوتک؟ بله. و آره دیگه، الان برم ببینم که قضیه از کجا شروع شده. ببینید یه خانومی به اسم فاتی گومز یه چنل یوتیوب داره که 651 دونه سابسکرایبر داره، این ویدیو رو 2 ماه پیش گذاشته، 18K ویو دست آورده، اسم ویدیوش هم گذاشته اکسپوزین پوتک، اکسپوز کردن یه حالت مثل اینو داره که مثلا اگه یه نفر داره یه کار توفیلی میکنه، بیای لو بدی، بیای دستش رو کنی، آره مثل دست رو کردنه. نوشته پوتک از مستر بیست ریاکشن میرو، این ریاکشن رو گذاشته، این بحث پوتکش از دقیقه 2:13 شروع میشه. پس من از همینجا پلی میکنم، با هم میریم ببینیم که برامون چی پخته. خانم فاتی گومز ببین چه آتیشی به پا کردی با یه دونه ویدیو، چون اول این ویدیو بود، بعدش اگه اشتباه نکنم ویدیوی امیر ایزد بود که باعث شد که این ویدیو بیشتر دیده بشه و این قضیه بولتر بشه، به توییتر کشیده بشه، بقیه بیان بهش گیر بدم، به پوتک دنگ بزنم. میگم این قضیه خیلی زوایا داره که کم کم با هم میریم جلو. کجا شروع شد؟
همینجور که داشتم تو یوتیوب میچرخیدم یه ویدیو بهم ریکامند شد که دیدم چقدر تایتلش برام آشناه، یه جای دیدم، بعد یکم به ذهنم فشار آوردیم، آها اینا تو چنل مستر بیست نگاه کردم، رفتم نگاه کردم دیدم 3 روز پیش آپلود شده بوده همین ویدیو، بعد کلیک کردم یکم با هم دیگه مقایسه کردم، یکم سرسری نگاه کردم دیدم که آره چه جالب، همه کلیپایی که ریاکت میکنه بهش دقیقاً یکسان مو به مو همونن. بعد گفتم که چرا قضاوت میکنی، چون معمولاً اینا که ریاکت میکنن ادمینا براشون ویدیو رو میفرستن، گفتم حالا شانسی شاید همون ویدیو بوده. بعد یکم زدم تو ویدیو نگاه کنم تا رسیدم به آخر ویدیوی اول که بهش ریاکت کردن، دیدم کریس این کار رو انجام میده تو ویدیوی پوتکم دقیقاً تو ادیت بود، بعد خیلی ابسترکت به نظرم رسید. رسیدم به کلیپ دوم که یه جوکی راجبه حاجی این کپی خار بس کپی مادر که میگم این ادیت هشم ادیت هم مثل خود یارو زنی اینجا گفت ابسترکت، این هم معنی ابسترکت چی میشه؟ شده انتظاری مجرد مطلق سریع غیر عملی خوش بایستا 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 ببین نگاه کن اینجا داشته باش هشت ماه نگاه اینجا همه کلیپ هایی که مثل که لول یک دقیقاً یکسان مو به مو همون ویدیو هم که داریم ویدیو همون ویدیو رو چون معمولاً اینا که ریاکت میکنن ادمینا براشون ویدیو رو میفرستن، گفتم حالا شانسی شاید همون ویدیو هشت ماه، یعنی این یه تیکم تو چیزم تو ویدیو نگاه کنم تا رسیدم به آخر ویدیوی اول که بهش ریاکت کردن، دیدم کریس این حرکت رو انجام میده و تو ویدیو این رو میگه کپی کرده، این حرکت تو ادیت برداشته، اینا این لول یک رو کپی کرده نظرم است. تا رسیدم به کلیپ دوم که حالا ادیتور میزنه این کارا رو، ولی فقط ساید ویدیو تغییر کرده، اون از چپ ریاکت میرفت راست رو میدید، این از راست ریاکت میره اون بعد هشون دنبال یک کلمه میگردم جدا از کپی خار مادر، یه چیزی دقیق‌تر از کپی خار هشمون جوکر رو هشمون جوکر یارونم ترجمه کرده تیشرتشو انگار قشنگ ایسا میخواست کمکش کنه اون پوپ بیفته توش، نمیفهمم ریاکت کلن فلسفه با شخصیت خودت و با استایل خودت ریاکت کنی و مرسی بچه ها دست بزنید دست بزنید دست بزنید واقعا دست بزنید ریاکت درستش همینه دیگه با استایل خودت ریاکت کنی و یکم عجیب بود برام، گفتم خب ببینیم تا کجا این تقلیدا ادامه داره، گفتم شاید اول ویدیو مثلا حالا یه چند تا جوک و اینا، رسیدم به ویدیوی سوم که دیدم حتی ادیت ها هم همونه توپ کاغذ That's fuck. Duh. On so many levels. حاج آقا ترجمه پارسون. بچه ها این بگو رفته است برای بیشترین لیول ها. ترجمه دقیقش. یعنی خیلی بگاهیه دیگه. دیگه این خیلی زشت و بگاهیه. کاغذ. بعد هر چقدر زدم جلو دم چقدر شبیه هن همه یه What the fuck. داره میاد روی ویدیوی اصلی. مشخص کاملا و یه سری جاها ساب تایتل میزنه بیرون بچه این الهام گرفتن نیست این الهام کردن دادش پوتک از آن تو برو هلیکوپتره ولی باز از این بهتر بود این نیده بیده اولمپیکس پر جیمنس این واقعا باید بره اولمپیک Look at that baby. The baby's like, oh my god. The baby's scared. بچه توخ کرد. Check the number one spot, sir. این اول هاشی. اصلا تموم. اصلا بگیم اون که این یه تیکر خود ویدیوی اون یه تیکر رو کات کرده اینا رو از صحنه گذاشته بیرون بعد اینا رو برداشته. خب؟ ولی اگه ویدیو صدا داره بعید میدونم تونسته باشه اینقدر دقیق صدای اونا رو از رو ویدیو برداره که صدای خود تصویری که بهش ریاکشن میره جدا روی ویدیو خودش باشه اول هاشی اصلا تموم آه صدا نداره
میگم اون یه تیکر اونا رو کات کرده، فیکس همونو برداشته و زحمت ادیت هم نکشیدم. شاید هم کشیدن و خواستن کپی کنم. جیمنس این واقعا باید بره المپیک. آره. Baby, like, oh همونو برداشته آورده. یعنی حتی نگفته اون ویدیو خودم ریاکشن برم یه جور دیگه. همونو برداشته آورده. تو ویدیوهای ریاکت زیاد کات خورده نمیشه. What the fuck؟ بین هر کلیپ که پلی میشه من ریدم، من پشمون ریخته میره و این شکلیه که قشنگ انگار تو پاز میکنی یک کلیپو ریاکت میکنی میزنی بعدی ببینی اونا چه شکلی ریاکت کردن، پاز میکنی مال خودتو پلی میکنی همونو در میاری. یعنی دقیقا رو یه نکته خیلی جالب اینه که اسمش 1-100 تریک شات لیول، بعد لیول های مختلف داره. این شکلی نیست که 100 تا کلیپ رو نگاه کنن، مثلا از 1 تا 100 یه عدد های رندومی مثلا میگن لیول مثلا 43 همینجور رندوم، یعنی هیچ الگویی نداره. و چیزی که دقت کردم اینه که حتی اعداد هم عوض نکرده، یعنی اونا میگن یو هفیه هم میرن تو 33 این هم همینه. یعنی یکم اعداد و اینا اگه دوست داشتین میتونین یکم. آخه جالبیش اینه که اون کانال اصلیه، یعنی کانال مستر ریاکت کانال بزرگیه. واقعا نمیفهمم چرا من یه ویدیو از مستر بیست دیدم، میگفت که من مشکلی با اینه که کپی میکنن ندارم، مشکل دارم. یعنی منظورش این بود که گفت که نمیخوام شکایت کنم و دادگاهی کنم یا فلان کنم، فقط رو مخم که اوکی ویدیوی منو برمیدارین دقیق کپی نکنین. یعنی این ویدیو رو برداشته همون مدل ادیت، همون مدل حرکات، همون مدل حرفا، همون مدل ثامنیل و عملاً دزدیه. عملاً دزدیه. یعنی من انتظار داشتم بیام یه ویدیو ببینم بگن که اوکی دو سه تا مورد بوده یا سه چهار تا مورد بوده اینجوری که تو برداشتی اینا رو مثلا شبیه دیدی، مثل تو رپ فارسی فلو طرف یه جای شبیه یه موزیکی میگن تو از اون برداشتی، اینم انتظار داشتم یه جای ویدیو شبیه ویدیو طرف باشه بگن تو از این برداشتی. نه داداش، تو ویدیو طرف کلا برداشتی، بردی بردی آوردی، هر کاری دلت خواسته باش کرد. من فرض کنم پوتک ویدیو رو ببینه کلا میگه آه چند تا از آهنگای من ریاکشن رفته، داداش استرایک میزنم میترکونم. ببین این اگه رفیق خودم هم بود، رفیق جنگ شاهرخ برونات هم بود، من میمدم این ویدیو رو میساختم. شاهرخ این چه کاری داری انجام میدی؟ اشمومجه از روی یه همچین کانالی که اکثر آدم ها مثلا سابسکرایب دارن همچین کاری انجام میده و مثلا زیر سوال ببره حرفه خودشو، ریاکت هایی که داشته. یعنی واقعا وقتی که آدم یه دونه این شکلی ویدیو ببینه تو کانتنت های یه نفر، بعد شکش میره که نکنه مثلا ویدیوهای قبل آره اسکیز یه نفر بود. پوینت خوبی بود، نکته خیلی خوبی بود. نمیفهمم که چرا باید یه همچین کار بکنه آدم و خودشو زیر سوال ببره. در کل این چیزی نبود که مثلا مچگیری یا چیز دیگه ای باشه و با شخص خوشی رو یوتیوب فارسی رو به هم ریختی. الان درسته حالا 18 کیوی خوردی نسبت به 500-600 نزار، ولی مشگیری چیه؟ یه یوتیوب با آتیش کشیدی خانم گومنز. تعداد سابسکرایبرام اونقدر نیست که بخوام با کسی انشالله زیاد میشه، انشالله زیاد میشه. اوجه ریاکشن هولی شت، هولی فاکینگ شت، با کپی خوار مادر ناموس و برادر و زیر خاکی بالا خاکی همش با هم ماشالله با هم. یعنی به عنوان بزرگترین آره دیگه بیشترین کلاوت و رو بورس ترین چنل فارسی که مثلا هر کسی دوباله اینه بشه ویدیو بسازه یه ویوی بگیره واقعا پوتک. یعنی منم این ویدیو رو ساختم، اوکی بازم قسمتی از دلیلم ویو گرفتم بود، همه اینجوری هم. یعنی تو این مورد انقدر چنل کوتک تاثیر گذاره که همه اینجوری هم. ولی میگم هدفم این نبود بیام مثلا بگم اوره حتما دوزی کرده، ولی داداش
خور مادر کپیو گایدی جی دیگه جوکای طرفو چرا ترجمه میکنی برادر من؟ و تو دو سه تا مورد هم دیدم که اومده بود معذرت خواهی کرده بود و تو معذرت خواهیش همین اولین جمله گفته بود من $200,000 به مردم کمک کردم و منم $500,000 به مردم کمک کردم. خب کنترل یا نمیندازه. بعد خیلی وقت دیدم میگن خب رسید بیاره، داشتم رسید چی بیاره؟ مثلا فکر کاری داره به هر داری مثلا دو تا رسید رو دستکاری کنی. نمیگم این کارو کرده یا نکرده، چون که هنوز ویدیو رو ندیدم، هنوز حرفای پوتک رو نشنیدم، حرفای بقیه رو نشنیدم، پوینت هایی که برای گفتن رو نشنیدم. ولی پشمام، من همین یه ویدیو برام کافی بود، یعنی الان به قصد این اومده بودم که مثلا دو سه تا ویدیو ببینم مطمئن شم. همین یه دونه تموم کرد کارو برام، من همین یه دونه اینو به من ثابت کرد، قانعم کرد که مطمئن باش ویدیو دیگه بوده، مطمئن باش ادیت های دیگه بوده یا ایده های دیگه بوده که همش کپی شده. و اوکی دمش گرم هر روز ویدیو میذاره، ولی برو فاکت آپ زیاد در حدی که من الان فهمیدم که ویدیو صداش از یه جایی به بعد ضبط نشده و صدای منو از دوربین داریم میشنوه و احتمالاً تو ادیتم براتون، تو ادیت اوکیش میکنم بهتون میگم، از همینجا قطعش کنم. پشمون بچه‌ها، پشمون. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو با من بودید، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. میمونه ویدیوهای بعدی، حتما من این قضیه رو ادامهش میدم، میرم ببینم صحبت بقیه چی بوده و پشمون. من واقعا پشمون رو هیچ چی ندارم بگم بچه‌ها. تا ویدیو بعدی، پیس اوت.